داستان خر ناشکر. در زمانهای قدیم سقای تنگ دستی زندگی می کرد که کارش آبرسانی بود. الاغی داشت که به خاطر کشیدن بار زیاد و نخوردن علوفه کافی بسیار لاغر و ضعیف شده بود. پشتش خمیده بود و بر اثر سیخهای آهنین سقا زخمهای بدی روی بدنش داشت. روزی میراخور که رئیس طویله های شاه بود با دیدن الاغ به سقا گفت: چه بر سر این خر بیچاره آورده ای که انقدر لاغر و ضعیف است؟ سقا گفت: به خاطر فقر و تنگ دستی توان دادن علوفه کافی را به او ندارم. میراخور گفت: اگر چند روزی این خر را به من بدهی، او را به طویله شاه میبرم تا در آنجا با خوردن علوفه کافی قوت خود را به دست آورد. سقا با شادمانی الاغ خود را به او سپرد. الاغ از زحمت بسیار زیاد نجات پیدا کرده بود و به طویله شاه رفت. در آنجا دید که اسب‌های جنگی بهترین خوراک‌ها را دارند و همه از عیش و نوش بسیار چاق و فربه شدند. غلامان از هر سو به آنها خدمت می کنند و محل سکونت آنها را آب و جارو می نمایند. الاغ بعد از دیدن این وضعیت سر به آسمان بلند کرد و گفت: ای خدای بزرگ، گیرم که من خر باشم، مگر مخلوق تو نیستم؟ چرا باید این همه زار و لاغر و بیچاره باشم ولی اسب‌های شاه این همه در ناز و نعمت به سر ببرند؟ بعد از چند روزی که الاغ در طویله بود، اعلام شد که دشمن برای جنگ آمده است. باید سپاه شاه برای دفع دشمن حرکت کند. پس همه اسب‌ها را آماده کردند تا به میدان جنگ بروند. بعد از چند وقت که اسب‌ها از میدان جنگ برگشتند، بدنشان پر از زخم شده بود. پاهای آنها را محکم بسته بودند تا خون ریزی نکند. نعلبندان برای اصلاح سم‌های آنها ایستاده بودند. بدنهایشان پر از تیر و شکاف بود. برای خارج کردن تیرها مجبور بودند تا بدنهای آنها را بشکافند. وقتی که الاغ آن وضعیت دلخراش را دید، فقر و بیچارگی خود را از یاد برد و گفت: ای خدای بزرگ، من به همان بینوایی و بیچارگی خود خوشنود هستم. من فریب ظاهر زیبای زندگی اینها را خوردم. از این به بعد به رضای تو خوشنودم و ناشکری نخواهم کرد. همراهان گرامی، از اینکه تا پایان داستان همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. لطفاً با لایک ها و نظراتتون از ما حمایت کنید و برای شنیدن داستان های بیشتر همراه ما باشید.